سلام، اینجا پلاتو و ما با یک ویدیوی دیگه همراه شما هستیم. بعد از تجاوز سیاوش اسعدی و محسن نامجو، حالا نوبت به شادمهر میرسه که ماریا منصور خواننده ایرانی در این مورد افشاگری هایی کرده. پس اگر دوست داریم بدونین که ایشون چه چیزی رو در مورد شادمهر افشا کرده، با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. اما قبلش فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشین. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنین. این آخرین طوفان افشاگری در مورد افرادی که تجاوز میکنن با افشاگری ریحان پارسا بر علیه سیاوش اسعدی شروع شد و با افشاگری لونا شاد بر علیه محسن نامجو به اوج خودش رسید. البته این رو هم باید اشاره کنیم که همه این اتفاقات در ادامه جنبش میتو هست که از یک هشتگ در سال 2017 شروع و از اون روز به بعد اسم خیلی ها به عنوان متجاوز در رسانه ها آورده شد. اما حالا تو چند روز گذشته چند نفر دیگه از خانوم های ایرانی از اتفاقهایی که براشون از طرف بعضی از افراد مشهور افتاده بود پرده برداری کردن که الان نوبت به شادمهر عقیلی رسیده تا در لیست آدمهایی که دست به تجاوز زدن قرار بگیره. حالا ویدیویی از یک خواننده ایرانی به نام ماریا منصور در فضای مجازی وایرال شده که از تجاوز شادمهر عقیلی به خودش توضیح میده و اتفاقا جزئیات ماجرا رو هم شرح میده. اما اون صحبتش رو با این موضوع شروع میکنه که اصلا چی شده الان بعد از چند سال دست به انجام این افشاگری زده. میبینیم که همه جا پر شده از خبرای آقای محسن نامجو و اتفاقاتی که بین ایشون و یه سری خانم افتاده. من صحبت‌های جسورانه فراواز و پانیدای عزیز رو شنیدم و جسارت و قدرت اینو پیدا کردم که بیام راجع به تجربه مشابهی که دارم حرف بزنم. ماریا به صدف طاهریان هم اشاره میکنه که گویا قبلا به اون هم از طرف شادمهر تجاوز شده، ولی اون از ترسش اسمی از ایشون نیاورده. البته این اقدام قبلا از طرف خانم صدف طاهریان انجام شده بود، اما به خاطر اینکه ایشون مشخصا اسم نبرده بودن، اتفاقا این به اشتباه این عقیده رو در ذهن مردها شکل داد که اوکی، زنا از ترس و آبروشون هیچ وقت حرف نمیزنن، یا حتی اگه حرف بزنن هیچ وقت اسم نمیبرن. اینکه تا الان ماریا هیچ صحبتی از این ماجرا رو رسانه‌ای نکرده برمیگرده به شهرت شادمهر که میتونسته عواقب بدی برای ماریا داشته باشه. پس اون توضیح میده که گفتن این موضوع چه اتفاقهایی رو برای اون میتونه رقم بزنه. من اعتراف میکنم که تا به این لحظه هیچ وقت قدرت و جسارت این رو پیدا نکرده بودم که بیام راجع به این مسئله حرف بزنم. شاید به خاطر اینکه این کسی که من میخوام نام ببرم طرف حساب من آدم خیلی بزرگی بود، در واقع ایشون اسطوره و الگوی زندگی نصف جمعیت ایران، شاید هم بیشتر هستن، و از ترس طرفدارانشون، از ترس همکارانشون، از ترس کمپانیایی که حالا با ایشون کار میکنن، و به خاطر اینکه خودم هم تو همین زمینه دارم فعالیت میکنم، ترسیدم، گفتم شاید اگه بخوام بر علیه ایشون حرفی بزنم شاید اون کمپانی ها دیگه حاضر به همکاری با من نباشن. اما امروز میخوام چشمم رو به روی همه چیز ببندم و این حرفی که اینجا سالهاست سنگینی میکنه و عقده شده، احساس حقارت میکنم، احساس شکست میکنم، احساس بازنده بودن میکنم. برای همین میخوام بشینم و راجع به این قضیه با تو حرف بزنم. از دلیل سکوت ماریا تا این زمان و علت افشاگریش که بگذریم، میرسیم به ماجرای دیدار نزدیک اون با شادمهر که ماریا توی این ویدیو به این موضوع هم اشاره میکنه که اصلا چی شده و اون چطوری پاش به خونه شادمهر باز شده. مدت 5 سال پیش که تازه اومده بودیم آمریکا، ما یه قراری داشتیم با مدیر شبکه آونگ آقای آرمین هاشمی، توی استارباکس با ما قرار گذاشتن، با من و دو تا از خواهرای دیگه.
ما یه روب مونده بود که برسیم به استارباکس. استارباکس یه کافه است، مثل کافی شاپ، همه قرارهای کارشون اکثرا اونجا میذارن. یه روب مونده بود که برسیم به اونجا، آقای آرمین هاشمی با ما تماس گرفتن و گفتن که بچه ها من یه مهمون دارم تو خونم، اگر که مهمونم رو ول کردم دارم میام سر قرار، اگر که میخواین راجع به کار صحبت بکنیم من بیشتر از یه روب نمیتونم پیشتون بمونم، اگه میخواییم بیشتر راجع به کار حرف بزنیم بیاین خونه من. خب توی آمریکا خیلی معموله که اتفاقات و قرارهای کاری توی خونه انجام میشه. خب ما هم گفتیم اوکی باشه، مشکلی نداریم. ما هم تنها نبودیم، یه سه نفر بودیم و آدرس فرستادن و ما رفتیم اونجا. به محض اینکه در باز کردیم دیدیم که مهمونشون آقای شادمهر عقیلی بودن. ما خیلی خوشحال شدیم، بغلشون کردیم، حال احوال کردیم و بهشون ابراز علاقه کردیم، گفتیم که ما خیلی با هنگاتون خاطره داریم، خیلی دوستتون داریم، با کاراتون کلی حال میکنیم و اینا. خلاصه اون شب نشستیم خوندیم یا آهنگ، من به کمک خواهرم خونده بودم، اونو براشون گذاشتیم دیدن به تلویزیون و همونجا آقای شادمهر یه آهنگ به ما هدیه کرد، گفتش که این کارو من برای خودم ساخته بودم ولی تصمیم ندارم بخونمش و اینا، میدمش به شما. ما خیلی خوشحال شدیم و تشکر کردیم و اینا، خدافظی کردیم و رفت. شادمهر عقیلی زمان دعوت ماریا به خونش از اون میخواد که فقط تنها بره و کسی همراهش نباشه، اما اینکه این دو نفر در خلوت و تنهایی خودشون چه اتفاقایی براشون میفته رو بریم از زبون خود ماریا بشنویم. دو سه روز بعد آقای شادمهر عقیلی با ما تماس گرفتن و گفتن که بچه ها خب اگه میخواییم بیایم برای ضبط امروز میتونیم بیایم، ولی ستایی با هم دیگه نیاییم، یکی یکی بیایم. گفتیم باشه مشکلی نیست. گفت پس ماریا بیا. گفتیم باشه. یه ذره عجیب بود ولی خب گفتیم اوکی. گفتیم حتما شلوغ پلوغ میشه، جا نیست تو استدیو، نمیدونستیم. خلاصه گفتیم اوکی. من یه دونه اوبر گرفتم، آدرس فرستادم برای من، من با اوبر رفتم اونجا. یه خونه خیلی بزرگی بود، یه اتاقی، یه دری بود که حالا به یه اتاقی باز میشد. من وارد شدم، یه پیانو بود، گیتار بود و اینا. آقای شادمهر سازشون رو برداشتن، نشستیم و ایشون زدن و ما شروع کردم بخوندن و گفت اینجاشو اینجوری بخون، اینجاشو اینجوری بخون. همه چی داشت خوب پیش میرفت، یهو ایشون اومدن جلو و اقدام به بوسیدن من کردن و من خودم کشیدم عقب. گفتم که چه اتفاقی داره میفته؟ گفتش که حالا ایشون از ایشون اصرار و از ما انکار. بعد من گفتم که آقا شاید من اون دختری که شما فکر میکنی من نیستم. اما گفتش که خودت گفتی منو دوست داری. گفتم به عنوان خواننده، به عنوان فنتون دوستتون دارم، نه به عنوان کسی که با یه بار ملاقات بیام باهاتون رابطه جنسی برقرار کنم. ماریا زمانی که میبینه شادمهر بیخیالش نمیشه به متأهل بودن شادمهر اشاره میکنه، ولی غافل از اینکه ازدواج شادمهر با همسرش به دلایلی غیر از عشق و علاقه بوده. خلاصه گفتم بعدش شما زن داری، بچه داری؟ گفت نه من زنم دوست ندارم و فقط به خاطر اقامت بوده و از این حرفا. گفتم به هر حال اون آدمی که شما فکر میکنی من نیستم، حالا اسمشو میخوای امول بذاری، هرچی میخوای بذاری، من اون آدم نیستم و حاضر نیستم من به خاطر موزیک تن به هر کاری بدم. گفتش که آره شما هیچی نمیشین، فلانی رو میشناسی، فلان خواننده، آلت عذرخواهی میکنم، آلت تناسلیش مثل دست چکش این بر اون بر، به آهنگساز، به شاعر، به کارگردان، کلن اینجوری تصفیه حساب میکنه. گفتم خب شما منظور دینی که یعنی من باید الان همین کارو بکنم؟ خب من نیستم، اون تکلیفش با خودش معلومه، من اون آدم نیستم، من اصلا نمیخوام خواننده باشم، من چیکار کنم؟ بعد در ادامه ماریا توضیح میده که شادمهر برای تجاوز به اون از همکاری یکی از دوستاش هم استفاده میکنه که شاید اون بتونه ماریا رو راضی به انجام این عمل کنه. ایشون بلند شدن رفتن و چند ثانیه بعد یه آقای دیگه اومد که این آقا رو ما تو اون بار اولی که دیده بودیمشون، این آقا هم بود، کاراشون رو میکردن و اینا. بعد ایشون اومدن و به من گفتش که خاک بر سرت کنن،
دختر از ایران التماس میکنه، از کشورهای دیگه التماس میکنن 2 دقیقه بیان در اختیار شادمهر باشن، بعد تو یه قدمی شادمهر نشستی مثلا، بعد ناز و کرشمه میای، این ادای خرکی چی از خودت در میاره اینا؟ گفتم اتفاقی نیفتاده چی؟ حالا من میخواستم، من فکر میکردم مثلا هیچ کی خبر نداره، داشتم آبروی آقای شادمهر رو حفظ میکردم، گفتم چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، من کاری نکردم. خلاصه بعدن که حالا گذشت، من تازه فکر کردم که اوه چه تیمی در جریان این همچه قضیه‌ای بودم و چقدر من. خلاصه ایشون رفتن و بعد آقای شادمهر اومد تو و دیدم یه بسته دستشه، اومد نگاه کردم نمیدونی جوراب شلواری آورده، میگه اینو بپوش. خلاصه اصرارهای شادمهر اصلا جواب نمیده و ماریا راضی به انجام این کار نمیشه. پس برای شادمهر توضیح میده که مشهور بودن رو به هر قیمتی نمیخواد. گفتم آقای شادمهر من اصلا حاضر نیستم به خاطر یا آهنگ، به خاطر موزیک، به خاطر معروفیت تن به یه همچه کارهایی بکنم. اون آدمی که فکر میکنی من نیستم، من اون دختره که حالا التماس میکنن یا آرزو دارن که چند ثانیه با شما باشن، من دوست دارم شما رو از نزدیک ببینم، ولی این قضیه رو نیستم. یکم گذشت و ازشو خواهش کردم که یه اوبر برای من بگیرن، من برگردم خونه، و من برگشتم خونه و اتفاقی هم نیفتاد. سکوت ماریا غیر از ترس از اتفاقات بعد از افشا دلیل دیگه ای هم داشته که برمیگرده به تعریف اون از این اقدام شادمهر و اشاره هم میکنه با اینکه اتفاقی بین اونها نیفتاده، ولی همین زیاده خواهی شادمهر رو نوعی تجاوز میدونه. بعد خطاب به نامجو صحبت میکنه و نهایتا صحبتاشو با همدردی با تمام خانوم ها به پایان میرسونه. اصلا دلیل اینکه من سکوت کرده بودم تا الان، فکر میکردم که خب اتفاقی نیفتاده، من برای چی باید بیام جایی حرف بزنم، چرا باید آبروی خودم رو ببرم؟ ولی امروز متوجه شدم که نه، اینم یه نوع تعرضه، اینم تجاوزه، اینکه شما به خاطر اینکه یه نفر یه خواسته ای ازت داره، شما مجبورش بکنی به اینکه تو اگه میخوای خواستت برآورده بشه باید اول نیاز منو برآورده بکنی. من این ویدیو رو نگرفتم، نه میخوام ایشون بیاد معذرت خواهی بکنه، نه میخوام محاکمه بشن، نه شکایتی دارم، هیچ چیزی من از ایشون نمیخوام. من فقط با این ویدیو میخواستم به آقای محسن نامجو بگم که اگر که به قول شما که حرفتونم اصلا درست نیست که میگی ما زنان هنرمند نداریم، اتفاقا به دلیل وجود آدمای متجاوزی مثل شماها هست که در قبال در اختیار گذاشتن تجربیات و آموخته هاشون تقاضای رابطه جنسی میکنن، و من مطمئنم زنان ایرانی انقدر عزت و نفس بالایی دارن، انقدر قدرتمند هستن که با نگفتنشون یه تو دهنی محکم به امثال شماها بزنن، و من هم امروز این قدرت رو پیدا کردم که بیام و راجع به اون بوتی که جوانای ایرانی ساختن از آقای شادمهر عقیلی صحبت بکنم تا بشناسن که چه کسی رو الگوی زندگیشون قرار دادن. در واقع این ویدیو رو گرفتم که همدردی بکنم با زنان زیادی که میدونم کم نیستن، بهشون بگم قدرتمند باشین، محکم باشین، نترسید، شما خطاکار شما نیستید، بازنده شما نیستید، نترسن و بیان راجع به اتفاقی که اگه شبیه این اتفاق براشون افتاده بیان به حرف بزنن. فکر نمی کنم چیزی باقی مونده باشه، همه چیزو گفتم. به هر حال ممنونم که به حرفای من گوش کردید.